در دوران دفاع مقدس شهر زنجان و غواصان دریادل زنجانی در نیروهای مسلح نقش‌های برجسته ای ایفا کردند. آری زنجان را با نام غواصان دریا برش می شناسند، غواصانی بی ادعا و گمنام که آنها را فقط موجهای خروشان اربند بهتر می شناسند. دلم برای آن خاک دیست ها و گرد و غبار ناشی از انفجار گلوله ها، دلم برای منورها، برای گلوله های رسا که دل تاریک شب را می شکافد و انفجارها که سکوت شب را می شکند. دلم برای فریاد الله اکبر، برای شهدا، برای انسان های مخلص، برای خاک های خونی، برای صدای نوحه بسیجی های عاشق حسین، برای صدای سینه زنی، برای خنده ها و گریه های عارفان عاشق خدا، برای صدای قرآن، برای زمزمه راهیان خط مقدم، برای بوسه ها و خدا حافظی ها تنگ شده است. Ay Kerem, gel danıştın anne, ben geldim. Danıştın anne. Onu danıştın anne. Danıştın. Aha geç ya. Danıştın anne, sen boş ver. İle. Tabi bu, tabi boş ver. Ben, ben tüm sahibi sen olmayacağım. Oğlum sen geldin böyle. Adımı, dedemin adım, nenemin adım. Buradan soruştan sorun. Ya, dimağı selah seder. Ahı, hiç gitmesin ama vardır hazır. Ha, ne gidiyor? Ama sen. Ceren ki, sen. بیمه درمیده نمیده شده یو برای بیمه زمین عرفی خودتان فرمایی که به مدت نسید حضور دارید و مسئولیت فیلتان چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. زنم حمید گیله نظامی صفا سران ناهی زنزان انزا فیلن معاملت قرآن چه مدت نسید حضور چهار ماه
که برای 5 نفر میگیره کم میاد، حالا 8 نفر ببینید چقدر میشه. اما ما باید عادت کنیم یه چیزی که صفات هستیم گرفته در کل اجرا میشه، لازم است که انشالله از این بعد در ذهنمون باشه که یه دفعه اجرا شد ذهنیت ناگواری برامون پیش نیاد. معنوی من باز یه بند دیگه هم یادداشت کردم با توجه به اهمیتی که داره. باز من تاکید دارم که برادرها بیشتر بر این امر واقف باشن، بر این امر برسن و همدیگر هم تشویق کنن. باز میگم من تاکیدم بر تشویق همدیگره. ما صرف نمیتونیم قبول کنیم، الان بهتون میگیم نمیتونیم قبول کنیم که یه نفر برای خودش کار کنه، لازمه که برای همه باشه. انشاءالله این وحدت در عباداتمون، وحدت در کارمون هم عملا نشون داده میشه و در شب عملیات، روز عملیات بکنیم به راست با منابع نمیشه. اولی مسئله با تجهیزات افرادی خودم همون که هم حد کردم، لازمه که هر تجهیزات یاد داده، یعنی یه تجهیزات انفرادی بیشتر لازمه هم راست باشه، حالا به هر نحوی شده باید استفاده میشه، استفاده بهتر باید از کلا، نمیدونم چهاربند، سرخشاب، اسلحه، هر چیزی به ما دادن، لازمه که به ما دادن بهتر استفاده میشه تا بتونیم انشاءالله کامل بکنیم. اینجا ما به مسئولان ها یادآور شدیم، خودمونم انشاءالله شب از بین برادرها چند نفر انتخاب میکنیم، به تجهیزاتشون نگاه میکنیم ببینیم بعد چطوره. البته میگم دلیل برای این نیست که خدا نکرده تا به حال بد بوده یا نامناسب بوده، اما تاکید ما بر بهتر شدن انشاءالله که بهترتر بشیم. مثال استتار و اختفاء در شب، از سکوت گرفته تا فاصله و نمیدونم دلوگیری از سر صدا تا مثال دیگه که در این راه رفتن و این عمل پیش میاد، ما جدا از برادران میخوایم تشکر هم میکنیم، میگم تا به حال خوب بوده، اما باز به قول معروف باب رضایت همگان فراهم نیاورده. لازمه که انشاءالله دیشب هم یادآور شدیم، امشب هم انشاءالله برادران بهتر انجام بدن با توجه که مانور لشکری این به قول معروف امتحانی است که در این دوره برادران پس میدن. نتیجه این فشارها، این سختیها، این گرما کشیدن ها، سرما کشیدن ها، نمیدونم چند بوده تدارکات و بهتر انشاءالله بتونیم انجام مسئله بعد که مانور انشاءالله این سب انجام میگیره جدی گرفتن این مانور. ما شاید قبل یعنی مانور قبل مشاهده کردیم که یکی از درا جدن یعنی مشتاق برای کار بودن، یه سری هم درا چون اولین دفعه شون بود یا برای شون تکراری بود احتیاج نمیدیدن که برای خودشون بیشتر مثال رعایت کنن. لازمه که ما کلا این مثال که گفتم گفته میشه و از ما خواسته میشه در دین و دنیا و آخرت و عاقبت همه ما بهتره و در نهایت عملا هم برای جمهوری اسلامی خود رو میده چقدر مؤثره. مسئولیتی که به هر دسته، به هر تیم، به هر چند نفر که داده میشه از مسئولین دسته ها، دست گروهان ها، خودمون که در خدمت برادرها بودیم انشالله به نحو احسن رعایت کنن. صرف این نباشه که ما ستونی حرکت کنیم بریم، ستون اول ستون هر جا رسید شروع کار بکنه، آخر ستون هر جا مونده بعد با برنامه میشه. مانور قبلا با برنامه بود، گروهان سه برام بود یه جا رو عمل کنه، گروهان یک یه جا رو، بعد گروهان دو هم پشتیبان بود. شاید برای برادران گروهان دو سوال ایجاد شده بود که چرا ما موندیم پایین و هیچ کاری نکردیم، هیچ جا رو ندیدیم، بشه از اون اصل استفاده کرد. و این کارم ما باید از الان تمرین کنیم، عادت کنیم که باید چطور کار خودمون انجام بدیم و هر چه دستوراتی میدن لازمه که اجرا کنیم. به این خاطر امشب هم وظیفه گروهان ها مشخص شده، انشالله کار گروهان ها رو مثلا گروهان شب تشریف میکنن که باید چی کار کنن. اما من الان تاکید میکنم در جدی گرفتن ما رو که باید وظیفه مونه هم. وظیفه تک تک مونه که این کارها رو جدی بگیریم. هر چیزی میگن، هر کاری که از دستون برمیان، من دفعه بعد از مشاهده کردیم یه سنگر کمی بود آخر، انشاءالله این کارا رو جدی بگیریم، در کارامون سریع باشیم، باید که به یه نفر نفسش بریم، پاش توش بود، تاپ بود یا یه طوری شد که نمیتونه سریع حرکت کنه، یکیش از بولان کنار، از سخت یکیش کنار که در یه افراد بتونم برم. ما شده پانوکتم دیدیم یه نفر نفسش بند اومده بود، اما مزیده که میومد میخواست بیاد جلو، میومد اما چون نمیتونه برسه به نفر جلویی، از بقیه افراد هم معنویتش بستگی به کار ایشون داره که آب با اون زحمت کشید بالا و آورد اینجا و ایشون تونستن وضو بگیرن. و
پس انشاءالله هر مسئولیتی که به برادر داده میشه، از آرپیجی زن تا حمله مزروحش، از امپراتیرش تا تحکیل نازش، وظیفه خودمونو بهتر انجام میشه، در جاش انجام بدیم، در موقعیت مناسبه. میگن یه تیربار رو، یه آرپیجی، یه تیربار رو، یه تحکیل ناز برن این تیربار رو خاموش کنن، برگردن. میگه این نباشه که با یه اکراه خدا نکرده یا سوس کاری باشه. تا انشاءالله که با این آموزش هامون بتونیم وظیفه که بر دوشمون هست انشاءالله تحقق کنیم. مثلی بعد در آتوبان مسائلی که اونجا رسیدیم، اولا سطح دیوی در آب ما دفعه قبل دیدیم یه نفر خواست موضوع بگیره، یه مشتشون میگرفت، بعد دبه دهنش برو هر چقدر گشاده آب میدید، حالا یه دفعه میخواست بریزه دو دستشم میگرفت دستا که برادران میخواییم از اون برادران که برایت آبم هم کنن، از ایشنان میخواییم که در سطح دیوی آب دقت کنن، خودشون بالای دبه باشن، هر کسی مصرف میکنه داخل گمگمه مصرف کنه که دو دستشون از دبه که یه مربی گرفتیم، سنگر کمینه گرفتیم، بلند کرده کودکش بزنیم، اینا هم برادران ما، اینا هم برای ما کار میکنن، از شبهای متمادی میان کار میکنن، روز در این گرما، زور که ما استراحت میکردیم، اینا کار میکردن و جا به جایی میکردن و در این گرمای آفتاب کار میکردن که برای ما و نه برای ما، برای اونا هم بی هدف دارن، برای هدف خودشون، بس اینا هم برادران ما، کلن هدفشون آشنایی بهتر ما، انشالله که این کارا تکرار، یعنی توهین نشه به مربی ها، اذیت نشه. دفعه قبل یکی از بازان ها دست پای مربی رو بسته بودن، از بالای کو خلاش داده بودن پایین که یه کار زشتیه، خدا نکرده از ما هم سر نزنه که میان تذکر میدن، خدا نکرده نشه. یعنی شب هم شبهای قبل تذکر دادن، یعنی دفعه قبل تشکر کردن دوتا از مربی ها که بر صلاح خودمون و به صلاح این نظام خودمون بدونیم. شما مسئله بعد ساختن سنگره، لازمه که کلیه برادرانی که به خط میرسن و در خط هدافن میکنن، اونطور که مسئول گروهانا و دستات توجیه میکنن، در خط سنگر مناسب داشته باشن. یعنی که بالای کوه اگه سنگر میشازن، این میگم یه امتحانیه، باید پس بریم، نه برای ما، برای لشکر کلا، مثلا یک گردانای کل لشکر اینجا امشب عمل میکنن، سه محور در محدوده خودشون عمل میکنن. بس و بازی که از خط میشه نمره به قول من فردان و از عملکرد خطش بهش میدن و از برادران که تو خطن و وظیفه‌شون خط موندن جدا میخواییم که مثلا که گفتن شرایط کنن ساختن سنگر، سرمجوی در آب، ساختن سنگر در اهمیت خاصی اون برادران که تو خط سنگر داشته باشه ما خودم بالا سرش وای میستیم میگیم که برن پایین سنگر میاد سنگر بسازن تا انشاءالله خودم کرده آتش دشمن تو خط جدیه، تو سر خودم میرزه، تیاش جدیه، خوباراش جدیه، توپای که میفرسته جنگیه، باید یه حفاظ داشته باشیم. نگیم که ما تو خط میسازیم، نگیم که تو خط اون دشمن آتش میندازه، خوباره میندازه، برای اون میفته کنارمون و اون وقت ما میندازه. نه به سهولت کارای سنگین انجام بدیم.
چراغ راه تن، قرآن و ایمان. السلام ای ظفرمندان تیزآهنگ ایران. السلام ای وطن، از خونتان گلرنگ و روحانی و پا. ای دل ایران، ای گوهر بر جان انسان. السلام ای همه خصم سیاهی و تباهی و فری. ای عزیزان شیر مردان، پاک جانان. السلام ای خروشان خونتان در راه اسلام و وطن. ای جوانان، ای رشیدان، پیر مردان. السلام ای به قلب تیرگی ها خنجر تیز شها. ای به خشم تندر و کردار توفان. السلام روز گوجان با خداوند جهان. در فروغ روشن روز ای سواران. السلام در دل شب روز گوجان با خداوند جهان. در فروغ روشن روز ای سواران. السلام ای طلوع صبح گاهان، لحظه دیدارتان. لاله رویان، پاک خویان، چشم ساران. السلام ای به پاکی گل، ای روییدگان در دشت ای. ای شمیم پاک گلهای بهاران. السلام جوشد به رجها مانو جان بخشد به ما. ای به جان تن خون ایمان گرم و جوشان. السلام برای پنج نفر میگیره کم میاد، حالا هشت نفر ببینید چقدر میشه. ما باید عادت کنیم یه چیزی که صفات هستیم گرفته در کل اجرا میشه. لازم است که انشالله از این بعد در ذهنمون باشه که یه دفعه اجرا شد ذهنیت ناگواری برامون پیش نیاد. معنوی من باز یه بند دیگه هم یادداشت کردم با توجه به اهمیتی که داره. باز من تاکید دارم که برادرها بیشتر بر این امر واقف باشن، بر این امر برسن و همدیگه را تشویق کنن. باز میگم من تاکیدم بر تشویق همدیگه. ما صرف نمیتونیم قبول کنیم، الان بهتون میگیم نمیتونیم قبول کنیم که یه نفر برای خودش کار کنه. لازمه که برای همه باشه. انشاءالله این وحدت در عبادات و وحدت در کارمون هم عملا نشون داده بشه و در شب عملیات روز عملیات بکنیم به راست با منابع نمیشن. اولی مسئله درست با تجهیزات افرادی خودم همون فکر هم کردم. لازمه که هر تجهیزات یاد داده یعنی یه تجهیزات انفرادی یک شخص لازمه همراست باش. حالا به هر نحوی شده باید استفاده بشه، استفاده بهتر ماید. از کلا، یعنی چهار بند، یا
آتش خشاب، اسلحه، هر چیزی به ما دادن، لازمه که به ما دادن بهتر استفاده بشه تا بتونیم انشاءالله کامل بشه. اینا ما به مسئولان ها یادآور شدیم، خودمونم انشاءالله شب از بین برادران چند نفر انتخاب میکنیم، به تحصیلاتشون نگاه میکنیم ببینیم بعد چطوره. البته میگم دلیل برای این نیست که خدا نکرده تا به حال بد بوده یا نامناسب بوده، اما تاکید ما بر بهتر شدن انشاءالله که بهترتر بشه. برای تو مثال استتار و اختفاء در شد، از سکوت گرفته تا فاصله و نمیدونم دلوگیری از سر صدا تا مثال دیگه که در حین راه رفتن و حین عمل پیش میاد. ما جدن از برادران میخواییم، تشکرم میکنیم، میگم تا به حال خوب بوده، اما باز به قول مرس باب رضایت خندگان فراهم نیاورده. لازمه که انشاءالله دیشب هم یادآور شدیم، امشب هم انشاءالله برادران بهتر انجام بدن با توجه به که مانور لشکری این به قول مرس امتحانیست که در این دوره برادران پس میدن. نتیجه این فشارها، این سختیها، این گرما کشیدنها، سرما کشیدنها، نمیدونم چند بوده تدار کار و بهتر انشاءالله بتونیم انجام بدن. مسیر بعد که مانور انشاءالله دیگه به انجام میگیره جدی گرفتن این مانور. ما شاید قبل یعنی مانور قبل مشاهده کردیم که یکی از ابرا جدا یعنی مشتاق بر این کار بودن، یه سری هم از ابرا چون یا اولین دفعشون بود یا برایشون تکراری بود احتیاج نمیدیدن که برای خودشون یکی مثال رعایت کنن. لازمه که ما کلا این مثال که گفته میشه و از ما خواسته میشه در دین و دنیا و آخرت و عاقبت همه ما بهتره و در نهایت عملاً هم برای جمهوری اسلامی خود رو میده چقدر مؤثر مسئولیتی که به هر دسته، به هر تیم، به هر چند نفر که داده میشه از طرف مسئولین دسته ها، دست گروهان ها، به خودمون که در خدمت برادران بودیم انشاءالله به نحو احسن رعایت کنن. صرف این نباش که ما ستونی حرکت کنیم بریم، ستونی اول ستون هر جا رسید شروع کار بکنه، آخر ستون هر جا موندن بعد با برنامه میشه. مانو به قبل با برنامه بود، گروهان سه برام بود یه جا رو عمل کنه، گروهان یک یه جا رو، بعد گروهان دو هم پشتیبان بود. شاید برادرهای برادران گروهان دو سوال جا شده بود که چرا ما موندیم پایین و هیچ کاری نکردیم، هیچ جا رو ندیدیم، بشه از اون اصل استفاده کرد. و این کار هم ما باید از الان تمرین کنیم، عادت کنیم که باید چطور کار خودمون انجام بدیم و هر چه دستوراتی میدن لازمه که اجرا کنیم. به این خاطر امشب هم وظیفه گروهان ها مشخص شده، انشاءالله کار گروهان ها رو مثلا گروهان شب تشکیل میکنن که باید چی کار کنن، اما من الان تشکیل میکنن به جدی گرفتن ما رو که باید وظیفه مونه، وظیفه تک تک مونه که این کارها رو جدی بگیریم. هر چیزی میگن، هر کاری که از دستون برمیان، ما دفعه بعد زمان مشاهده کردیم یه سنگر کمی بود آخر، انشاءالله این کارها رو جدی بگیریم، در کارامون سریع باشیم، باید که به یه نفر نفرش بوریم پاش توش بود، تاپ بود یا یه طوری شد که نمیتونه سریع حرکت کنه، یکیشی از بودان کنار، از سرس یکیشی کنار که در یه افراد بتونم برن. ما شده پانورکم دیدیم یه نفر نفسش بند اومد زیر بود، اما مزیدون که میومد میخواست بیاد زیرو میومد، اما چون نمیتونه برسه به نفر زیلوی از بقیه افراد هم معنویتش بستگی به کار ایشون داره که آب با اون زحمت کشید بالا و آورد اینجا و ایشون تونستن وضو بگیرن. پس انشاءالله هر مسئولیتی که به برادر داده میشه از آبی دیدن تا حمله مزروحش، از امدادگرش تا تحکیل نازش، وظیفه خودمونو بهتر انجام بدیم، در جاش انجام بدیم، در موقعیت مناسب بدیم. میگن یه تیربار و یه آبی دیگه، یه تیربار و یه تحکیل ناز برن این تیربار رو خاموش کنن برگردن دیگه، این نباشه که با یه اکراه خدا نکرده یا سوس کاری باشه. تا انشاءالله که با این آموزش هامون بتونیم وظیفه که بر دوشمون هست مسئله بعد در آتوبار مسئله که اونجا رسیدیم، اولا سطح دیوی در آب ما دفعه قبل دیدیم یه نفر خواست وضو بگیره یه مشتشون میگرفت بعد دبه دهنش برو هز حتی گشاده آب میدید، حالا یه دفعه میخواست بریزه دو دستش هم میگرفت دفعه که برادران میخواهیم از اون برادران که برایت آبم هم کنن، از ایشان هم میخواهیم که در صرف جوی آب دقت کنن، خودشون بالای دبه باشن، هر کسی مصرف میکنه داخل گمگمه مصرف کنه که رو دستشون از دبه روشه، یه مربی
گرفتیم، سنگر کمینی گرفتیم، خدا نکرده کودکش بزنیم. اینا هم برادران ما، اینا هم برای ما کار میکنن، از شبهای متمادی میان کار میکنن، روز در این گرما زور که ما استراحت میکردیم اینا کار میکنن و جا به جایی میکردن و در این گرمای آفتاب کار میکردن که برای ما و نه برای ما، برای اونا هم یه هدف دارن، برای هدف خودشون. بس اینا هم برادران ما، کلن هدفشون آشنایی بهتر ما انشالله که کارا تکرار میکنیم، توهین نشه به مربی ها، اذیت نشه. دفعه قبل یکی از بردان ها دست پای مربی رو بسته بودن، از بالای کو خودش داده بودن پایین که یه کار زشتیه، خدا نکرده از ما هم سر نزنه که میان تذکر میدن، خدا نکرده نشه. یعنی شب هم شبهای قبل تذکر دادن، دفعه قبل تشکر کردن دو تا از مربی ها که بر صلاح خودمون و بر صلاح نظام خودمون بدونیم. شما مسئله بعد ساختن سنگره، لازمه که کلیه برادرانی که به خط میرسن و در خط هدافن میکنن، اونطور که مسئول گروهان ها و دستات روش میکنن، در خط سنگر مناسب داشته باشن. یعنی که بالای کوه اگه سنگر بشن، این میگم یه امتحانیه، باید پس بریم، نه برای ما، برای لشکر کلا، مثلا گردان های کل لشکری شب امشب عمل میکنن، سه محور در محدوده خودشون عمل میکنن. بس و بازی که از خط میشه، نمره به قول من گردان و از عملکرد خطش بهش میدن و از برادران که تو خطن و وظیفه‌شون خط موندن جدا میخواییم که مثلا که گفته میشه رعایت کنن ساختن سنگر، سرزجوی در آب، ساختن سنگر در اهمیت خاصی. اون برادران که تو خط سنگر داشته باشه، ما خودم بالا سرش وای میستیم، میگیم که برن پایین سنگر میاد سنگر بسازن تا انشالله خودم کرده آتش دشمن تو خط جدیه، تو سر خودمون میرزه، تیراش جدیه، خمپارا جدیه، توپا که میفرسته جنگیه، باید یه حفاظ داشته باشیم. نگیم که ما تو خط میسازیم، نگیم که تو خط اون دشمن آتش میندازه، خمپارا میندازه، برای اون میفته کنارمون و اون وقت ما میندازیم. نه، به صورت کارای سنگین انجام بدیم. قرآن ایمان السلام، ای ظفرمندان تیز آهنگ ایران السلام،
وطن از خونتن گل رنگ و روحانی و پا ای دل ایران ای گوهر بر جان انسان السلام ای همه ختم سیاهی و تباهی و فری ای عزیزان شیر مردان پاک جانان السلام ای خروشان خونتان در راه اسلام و وطن ای جوانان ای رشیدان پیر مردان السلام ای به قلب تیرگی ها خنجر تیز شها ای به خشم تندر و کردار توفان السلام در راز گویان با خداوند جهان در فروغ روشن روز ای سواران السلام در دل شب راز گویان با خداوند جهان در فروغ روشن روز ای سواران السلام ای طلوع صبحگاهان لحظه دیدارتان لال رویان پاک خویان چشم ساران السلام ای به پاکی گل ای روییدگان در دشت ای شمیل پاک گلهای بهاران السلام خون تن جوشد به رگها مان و جان بخشد به ما ای به جان تن خون ایمان گرم و جوشان السلام آیه سرخ شرف گلبنگ لبهای شما ای به سوی حق شتابان سخت پوشان السلام آشبازان عاشقان دریا دلان بهره ای بسیجی ارتشی انفاس دارن السلام خاک میهن جالگون از خون جوشان شما ای سواران شرف اسطور تازان السلام
قصه پیره است که از پشت حصارهای بلند شب سر میزند و سیاهی شب به روشنای آن رنگ میبازد و در نفس سپیده هزاران قنچه نشکفته بر شاخه ها تن. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. زاهدان شب و شیران روز، زاهدان شب و شیران روز، خدا خواه خدا جوی، زانوی عبادت در پیشگاه خدا میزنند و هر کرا که جز اوست از نظر دور میدارند و تنها او را میخوانند. راکم ساجد ایستاده و نشسته زمزم، گفتار ای دل دل ستانر یاد خیر اولسون، برن ایران پیرای جوانار یاد خیر اولسون، شهادت زن نسند جان فشانار یاد خیر اولسون، همان آزاد در سر و روانار یاد خیر اولسون، بوغانلی ölkiye perçem vuranlar yad خیر olsun، şirin can elde meydanda duranlar yad خیر olsun، yad خیر olsun، هدف و انگیزش از حضور در کرسی. بسم الله الرحمن الرحیم. هدف ورزش عزیز در مهربان از کنم که آیا به غیر از ورزش کوهنوردی ورزش دیگه ای هم حضرت علی انجام میدید؟ خیر حالا ها نه، فرصت نمی کنم. سابق چرا، هم نرمش میکردم هم با والیبال سر و کار داشتم، از جوانی دوست میداشتم، لیکن حالا ها نه خیر، کمتر مجال میکنم، فقط اگر برسم میام. کوهنوردی رو من از جوانی دوست می‌داشتم و می‌رفتم.
البته کوهنوردی فنی رو نمیشه اطلاق کرد بر این کار. این کوهپیمایی است در واقع. یک نوع کوهپیمایی است. ارتفاعات میرفتم و اتفاق افتاده بود که گاهی 3 روز، 4 روز بلکه 1 هفته در کوهستان حرکت میکردیم، تقریبا شب و روز در زمان جوانی. حالا ها البته اینجور نیست که بتوانم به این زیادی برم، هم سن اجازه نمیده هم وقتم اینقدر نیست که بتوانم. حالا ها گاهی میرم. بشه. ما دیگه نمیگذاریم دستای تو بسته بشه، مثل حیدر دلت از امت خود خسته بشه، مثل حیدر دلت از امت خود خسته بشه، مثل سلمان و ابو ذر در خونت میشینی، مثل سلمان و ابو ذر در خونت آخه تو چهره تو تصویر حیدر می‌بینی، آخه تو چهره تو تصویر حیدر می‌بینی. بذار تا
خطا هرچی میخوان بگن، ولی ما همینیم. توی چهره علی عکس خمینی میبینیم، عکس خمینی میبینیم. وقتی تو حرف میزنی اشکای ما جاری میشه، وقتی تو حرف میزنی اشکای ما جاری میشه. اگه تو گریه کنی زخم دلا کاری میشه، اگه تو گریه کنی زخم دلا کاری میشه. رفقا بیایی با هم قدر علی رو بدونیم، رفقا بیایی با هم قدر علی رو بدونیم. تا دم آخر باباش همه بسیجی بمونیم، تا دم آخر باباش همه بسیجی بمونیم. خون تو رنگ هامونو بدیه به رهبر میکنیم، با یه عشقش با همه سختی همو سر میکنیم. خون تو رنگ هامونو بدیه به رهبر میکنیم، با یه عشقش با همه سختی همو سر میکنیم. حرف تو برای ما حرف امام زمونه، حرف تو برای